من عقیده دارم که نوع نظام آینده ایران پس از سرنگونی جمهوری اسلامی باید مستقیما این واژه مستقیم رو یادتون باشه مستقیما توسط مردم انتخاب بشه این مستقیم خیلی مهمه بعضیا تلاش میکنن یه جیالورگا مثل افغانستان رو بندازن بگن شما نماینده هاتون انتخاب کنید. برن جیالورگا یا مجلس مؤسسان یا مجلس رشوهگیری اونجا اون نمایندگان براتون نوع نظام انتخاب کنن به غیر مستقیم و جواب ما زرشکه همینطور که وقتی که میخواستن انگلیس رو از اتحادیه اروپا بیرن بیرون نمایندگان مجلس انگلیس رأی ندادن که از اتحادیه اروپا بیان بیرون بلکه چیکار کردن آرتی در خود انگلیس که پول همه این مزدورا رو میده اومدن رفراندوم مستقیم گذاشتن که انگلیس از اتحادیه اروپا بیاد بیرون درسته یا نه خب انگلستان هم مجلس داشت چرا نیومدن اون تصمیم مهم رو بگن نمایندای مردم براشون انتخاب کنن به وکالت مردم برای اینکه ارازل و اوباش دولت استعمار انگلیس میدونن که تصمیمات مهم مملکتی رو باید مردم مستقیم بهش رای بدن توزدی گفته بود اصلا ما اینو به رای مردم نمیذاریم ما میایم فقط یه رفراندوم در جمهوری اسلامی میذاریم مردم میگن جمهوری اسلامی آری یا نه اون موقع اتوماتیک جمهوری رو میندازیم حالا احزاب مشروط خوام میتونن برایشون خودشون فعالیت سیاسی کنن و زور بزنن التماس کنن شاید 50 سال بعد بی رفراندوم بذاریم بعد از 50 سال حذف اصول اسلامی و مذهبی از قانون اساسی موجود ما به یک جمهوری آزاد ملی دموکراتیک و غیر مرکزگرا برسیم ما نمیخوام همه چیز رو به هم بریزیم ما نمیخوام مملکت رو به هم بریزیم ما نمیخوام اختشاش ایجاد کنیم کوروش زین اون پیشنهاد دولت موقت متشکل از فقط جمهوری خانو ده سال پیش یا ده سال پیش گفته بود حوه ادامه داد دو سال پیش در تلگرام خودش ویدیوهایی که به شما نشد بیدی... دیدیم دیروز هم همین کاری کردن و قراره تا دو هفته دیگه اینا اینا نقشه حالا ما جلوی اینو میخوایم بگیریم که دولت موقت اعلام کنه دقت کنید چی میگم الان رژیم براندازی شده آقای کوروش زعیم متبرزدی و شرکاته طبق اسنادی که نشون دادم بدون رأی مردم اعلام جمهوری میکنه درسته شما کجا میخوای به این اعتراض کنی